طوفان یونس شمال اروپا را در نوردید و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. سلام، با کانال یوتیوب تلویزیون اینترنتی افغانستان در 20 فوریه همراه باشید. طوفان یونس صبح روز شنبه با شدت وزش قابل توجه مناطق شمال و شمال غرب اروپا را در نوردید و علاوه بر خسارت‌های مالی گسترده و قطعی برق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. خاستگاه اولیه این طوفان ایرلند بود که روز جمعه به بخشی از بریتانیا و سپس شمال فرانسه و از آنجا به کشورهای بنلوکس شامل بلژیک، هلند و لوکزامبورگ گسترش پیدا کرد. طوفان یونس سپس مسیر خود را به سمت دانمارک و آلمان تغییر داد. مقامات آلمانی به ساکنان یک سوم از مناطق شمالی این کشور از پیش هشدار داده بودند و این مناطق تا روز صبح شنبه در وضعیت قرمز قرار داشت. به گفته سخنگوی شرکت راه آهن آلمان، بیش از 1000 کیلومتر از خطوط ریلی این کشور بر اثر طوفان و سقوط درختان آسیب دیده و تردد بین شهری در شمال آلمان تا حدودی مختل شده است. مقامات محلی در آلمان اما در ساعات میانی روز شنبه از کاسته شدن شدت طوفان خبر داده و هشدار سطح 3 از 4 توسط سرویس های هواشناسی این کشور لغو شده است. گفته می شود که در پی وزش طوفان شدید یونس در شمال اروپا صدها پرواز و همچنین حرکت شمار زیادی از وسایل نقلیه ریلی و آبی لغو شده است. یونس کمتر از 48 ساعت پس از آنکه طوفان دادلی بخشی از اروپا را در نوردید و دست کم 6 کشته در لهستان آلمان به جای گذاشت، در مناطق شمالی اروپا وزیدن گرفت. طوفان یونس تا کنون دست کم 13 کشته به جای گذاشته که از این میان سهم لهستان آلمان هر کدام 2 قربانی بوده است. در هلند 4 نفر، در انگلیس 3 نفر و در کشورهای بلژیک و ایرلند نیز هر کدام 1 مورد مرگ ناشی از تبعات طوفان به ثبت رسیده است. فرانس پرس در گزارش خود آورده است که اغلب این تلفات بر اثر سقوط درختان روی وسایل نقلیه شهروندان صورت گرفته است. در هلند و در پایتخت این کشور لاهه، ده ها خانه از بیم فرو ریختن برج ناقوس یک کلیسا تخلیه شدند. به گفته یک سخنگوی محلی، اختلالاتی در شبکه ریلی هلند ایجاد شده و ارتباط ریلی آمستردام بروکسل قطع شده است. به گزارش سازمان هواشناسی بریتانیا انتظار می‌رود عملیات پاکسازی خسارات طوفان به دلیل ریزش برف و وزش بادهای شدید، البته خفیف‌تر از یونس، در مناطق از این کشور مختل شود. مسئولان شهری در بریتانیا می‌گویند که جریان برق ظهر روز شنبه دست کم در 226,000 منزل مسکونی قطع بود و شرکت‌های بیمه در میان خساراتی به ارزش بیش از 300 میلیون پوند یا برابر به 360 میلیون یورو تخمین زدند. در لهستان نیز گفته می شود دست کم 1 میلیون نفر از دسترسی به برق محروم شدند و تردد در چندین مسیر ریلی نیز به حال تعلیق در آمده است. وزش با سرعت نزدیک به 200 کیلومتر بر ساعت. ساعت وزش طوفان یونس در جزیره وایت انگلیس 196 کیلومتر بر ساعت گزارش شده که تاکنون در این بخش از بریتانیا چنین چیزی دیدن نشده بود. در میان خسارات گسترده ناشی از طوفان در انگلیس میتوان به سقوط یک درخت 400 ساله روی خانه‌ای در غرب لندن اشاره کرد. سرویس هواشناسی بریتانیا پیشتر در ولز جنوبی و جنوب انگلیس از جمله در شهر لندن هشدار قرمز که بالاترین سطح هشدار است را صادر کرده بود. گفته می شود از زمان استقرار این سامانه در سال 2011 برای نخستین بار است که مرکز انگلیس به این سطح از هشدار رسیده است. در شمال فرانسه حدود 30 جراحت بر اثر تصادفات جاده‌ای ناشی از وزش طوفان و یا سقوط افراد یا اجسام بر روی شهروندان ثبت شده است. گفته می شود که حدود 37,000 منزل مسکونی در فرانسه صبح روز شنبه بدون برق ماند و تردد در برخی خطوط ریلی این کشور نیز متوقف شد. در حالی که تغییرات آب و هوایی به طور کلی بر رویدادهای شدید جوی و محیطی تأثیر مضاعفی می گذارد، اما ارتباط این پدیده با وزش بادها و طوفانها که تعداد آنها از سالی به سال دیگر بسیار متفاوت است کمتر مشخص شده است. از اینکه در این ویدیو ما را همراهی کردید جهانی سپاس.